سیاست منطقه دست دارن و دستن در کار هستن خواهان اینا شده بودن و انواع و اقسام تحریم هایی که چه به لحاظ تحریم های بانکی، چه به لحاظ تحریم های کشتیرانی، ترابری، چه به لحاظ تحریم های مختلف در زمینه صادرات یا به اصطلاح از انواع تسلیحات گرفته تا وسایل ارتباط جمعی یا تجهیزات مختلفی که به اصطلاح جنبه های استفاده دوگانه ممکنه در تأسیسات یا تولیدات داشته باشن که رژیم بتونه با سوء استفاده از اونها اون ابزار رو در حقیقت ساخت یا انباشت تسلیحات کشتار جمعی مورد استفاده قرار بده. خب ما شاهد این هستیم که چگونه تا رسید به در حقیقت حتی تحریم های نفت ایران که خب این فوق العاده در روزهای اول برای همه غیر ممکن می نمود. ولی بنابراین اگر که چنین فعالیت هایی در سطح گسترده وجود نداشت و چنین تظاهرات ها و اکسیون هایی که در سراسر کشورها به خصوص به دنبال قیام ها یا شاید بگم به موازات قیام هایی که در سراسر ایران در جریان بود، ما شاهد این بودیم که از کانادا، استرالیا، آمریکا تا خیلی از کشورهای اروپایی هممیهنان و اشرف نشانها در همه جا در حقیقت صدای مردم ایران شدند و با برگزاری این اکسیون ها و این فعالیت ها وجدان بشریت و وجدان جامعه بین المللی را مستمرن نسبت به حق و حقوق مردم ایران آگاه کردند و از اونها خواستن که چنین اقدامات عملی رو اتخاذ کنن. بله خیلی متشکرم از توضیحاتتون. فکر می‌کنم به جا باشه تصاویر کوتاهی رو ببینیم از همین فعالیت‌ها و بعد از اون شروع کنیم گفتگومون رو با آقای جعفرزاده. تصاویری بود از فعالیت‌های اشرف نشان‌ها در مقاطع مختلف در کشورهای مختلف جهان. همچنان که گفتم الان تماسمون با آقای علیرضا جعفرزاده وصل هست و میتونیم گفتگوی کوتاهی با ایشون داشته باشیم در مورد قطعنامه 752 که اخیراً در مجلس نمایندگان آمریکا در حمایت از قیام مردم ایران تصویب شد. آقای جعفرزاده سلام می‌کنم خدمت شما، خیلی خیلی خوش آمدید. سلام میکنم خدمت شما آقای رفیع، سلام میکنم خدمت مهمان گرامیتون خانم دولت نوروزی، سلام و درود میفرستم به بینندگان عزیز سیمای آزادی و درود میفرستم به قیام آفرینا، به کانونای شورشی هر کجا که هستن در سرتاسر ایران. سلام مخصوص میکنم به مجاهدان اشرف سه و همینطور اشرف نشانایی که صدای منو در سرتاسر دنیا میشنوم. من هم میخواستم که در اینجا از این فرصت استفاده کنم سلام و در واقع درودم رو بفرستم به روان پاک مجاهد پاکباز منصور مداح. در خدمت شما هستم آقای رفیع. خیلی متشکرم آقای جعفرزاده از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید. الان با خواهر دولت بحث تصویب قطعنامه در مجلس نمایندگان آمریکا و همینطور اهمیت حمایت هایی که در این اواخر به طور خاص از قیام و مقاومت مردم ایران در سطح جهانی و بین المللی شده و میشه رو به بحث و گفتگو گذاشتیم. میخوام اولین سوال رو با شما در مورد قطعنامه 752 بپرسم که چند وقت پیش در
مجلس نمایندگان تصویب شد، قطعنامه بر چه مسائلی دست گذاشته و چه خواسته‌هایی رو مطرح کرده؟ بله، قطعنامه که خب خیلی، البته قطعنامه بسیار جامعی هستش، بندهای متعددی داره، ولی فکر میکنم اگر بخوام مهمتریناش رو بگم، روی چند تا نکته تاکید کرده. البته قطعنامه اساسا حول قیام آبان ماه شکل گرفته، ولی به ابعاد فراتر از اونم پرداخته. مشخصا به گستردگی قیام اشاره داره، میگه بیشتر از به سرعت خیلی زیاد در حداقل 100 تا شهر گسترش پیدا کرده که مهم هستش. و بعد میگه که خلاصه تظاهرکننده ها میخواستن که در واقع این ساختار نظام سیاسی عوض بشه و رهبرای فعلی و پیشین ایران رو محکوم میکردن، که خب اشاره آشکار داره به سران این رژیم و همینطور حکومت قبلی، اشاره داره به دستگیری هزاران نفر، اشاره داره به اینکه رژیم از سلاح استفاده کرده، آتش گشوده روی تظاهرکننده ها و میگه صدها نفر رو به قتل رسونده. اشاره مشخص داره به اینکه حتی اجساد شهدای قیام رو به خانواده هاشون برنگردونده یا حتی رفته به سردخونه ها اونها رو دزدیده و به جای نامعلوم برده. اشاره داره به قطع کامل اینترنت که نتونن تظاهرکننده ها صداشون رو به بقیه جهان برسونن. ولی مهم اینه که اشاره میکنه که بلافاصله بعد از شروع قیام این شخص خود خامنه ای بوده که تظاهرکننده ها رو بهشون گفته اشرار و فرمان آتش گشودن و کشتار و قتل رو خود شخص خامنه ای صادر کرده، که این مهم هست. و بعد اشاره داره به نقش سپاه ظلمت و تباهی که مشخصا در ماه شهر بیشتر از 100 نفر رو کشته، و اشاره داره به توطئه‌های تروریستی رژیم من جمله در آلبانی که علیه خب اشرف بود اونجا در ماه فروردین دو سال پیش، و همینطور در تابستون دو سال قبل در فرانسه در پاریس که علیه اون گردهمایی بزرگ مقاومت ایران توطئه تروریستی رژیم کرده بود. و همینطور به دو تا از جاسوسان رژیم، در واقع مامورین وزارت اطلاعات رژیم که از ایران فرستاده بود به آمریکا که علیه مقامات شورای ملی مقاومت جاسوسی بکنن، توطئه تروریستی انجام بدن. و نکته بعدیش اینه که به قتل عام سال 67 پردازه و میگه که خلاصه یک اعدام گسترده‌ای رو علیه کسانی که حاضر نشده بودن وابستگی سیاسی خودشون رو نفی کنن، یعنی همون فتوای جنایتکارانه خود خمینی بود که گفته بود که هر کسی که هویت مجاهدی داره و حاضر نیست که هویتش رو ترک کنه باید به قتل برسه. و اشاره داره به تظاهرات‌های دو سال قبل. اما نکته مهمش به نظرم اون قسمت در واقع مواردی هستش که میگه که مجلس نمایندگان اینا رو تصویب میکنه، که اولین ماده این مصوبه مشروعیت خود این قیام هست و میگه که ما در کنار مردم ایران که درگیر اعتراضات مشروع هستن. این بسیار مهمه، چون میدونین که خب رژیم همش تلاش میکرد که مطلقاً مشروعیت این قیام ها در هیچ کجا به رسمیت شناخته نشه. و بعد اشاره میکنه به این که تمامی نماینده هایی که این قطعنامه که در واقع همشون هستن حمایت کردن از موضع‌گیری های خود دولت، یعنی قوه مجریه و هر کسی دیگه، هر متحدی من جمله کشورهای اروپایی که موضع‌گیری حمایت آمیز از قیام کردن، همه اینها رو در واقع ستایش میکنه، مهر تایید روش میذاره. از همه دولت‌ها، از همه نهادهای دموکراتیک میخواد که خلاصه از حق مردم ایران برای اینکه توی یک ایران آزاد زندگی کنن حمایت کنن، و از دولت آمریکا میخواد که یک جلسه اضطراری رو در شورای امنیت سازمان ملل و شورای حقوق بشر تشکیل بده که این جنایات بررسی بشه، سازوکار ایجاد بکنن که خلاصه شورای امنیت بتونه این تخلفات رو نظارت کنه. همه میدونن که این خواسته خانم رجبی بود که بارها این رو مطرح کرده بودن و از همه دولت‌ها خواسته بودن که این موضوع رو در شورای امنیت ملل متحد پی بگیرن. و بعد میگه که
نباید قطعی اینترنت مجدداً شکل بگیره و از همه میخواد که در واقع کمک کنن که این اینترنت آزاد در دسترس همه باشه، حتی به شرکتایی که رژیم یه سری ارتباطات شرکت خصوصی داره که برای کارهای اینترنتی خودش یا قطع اینترنت از اونها استفاده میکنه، حتی به اونام اخطار میده و نهایتاً میگه که خلاصه حق مردم ایران، حق اپوزیسیون برای اینکه چه در داخل ایران چه در سطح بین‌المللی بتونن برنامه‌هاشون رو داشته باشن بدون ترس از آزار و اذیت و خشونت، همه اینا رو روش مهر تایید می‌ذاره. بنابراین تا اونجا که به قیام برمی‌گرده، در حقیقت این سند به رسمیت شناختن مشروعیت بی تردید و بی شکاف مقاومت هست از جانب در حقیقت مجلس نمایندگان آمریکا با حمایت تمامی 435 نماینده‌ای که عضو در واقع مجلس نمایندگان هستند. بله، خیلی متشکرم از توضیحاتون. آقای جعفرزاده، همچنان که میدونیم قطعنامه با اجماع نمایندگان از هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه تصویب شد. میخوام این سوال رو مطرح بکنم که معنی این اجماع اونم در شرایط کنونی که هستیم چیه و از نظر سیاسی نفس بررسی قطعنامه در مجلس نمایندگان چه اهمیتی داره به نظرتون؟ بله، خب نکته مهمی رو شما گفتین. غرفه بیدین، فکر میکنم بیرنده های سیمای آزادی تقریبا تا الان همه یه تصویری دارن از فضای سیاسی آمریکا و حتما اخبار رو دنبال کردن که به خصوص تو تاریخی که این لایحه تصویب شد، یعنی همین هفته گذشته، چقدر فضای سیاسی آمریکا قطبی شده بود و هست، چقدر طرفین، یعنی چه جمهوری خواه چه دموکرات ها، در مقابل هم قرار گرفته بودن، هیچ کدوم حاضر نبودن حتی کوچکترین حرفی بزنن که در حقیقت مثلا معنی تایید طرف مقابل قلم داد بشه. دموکرات ها اصلا نمیخوان کاری بکنن که خلاصه مواضع حرفای خود دولت یا شخص پرزیدنت که دولت آمریکا خوب دست جمهوری خواه هست، یک حالت تایید کننده پیدا بکنه. در حالی که الان من داشتم اشاره میکردم محتوای این قطعنامه، اصلا توی این قطعنامه یک بند مشخص اومده که میگه که اظهارات حمایت آمیز معترضین، حمایت از معترضین از طرف قوه مجریه یعنی همین دولت و متعهد اصلیش رو میستاید. یعنی در یک چنین